مرسی. این دومین بار میام اینجا و واقعا دیدنیه و نه تنها فقط زیبایی ساختمان بلکه توش عشق هست و من مردم رو که میبینم همه چهره ها خندان خوشحال. مفتخرمون کردی اندی عزیز، واقعا از اون هالیوود که آدم رد میشه الان دیگه قشنگ میتونه شونه هاشو بندازه بالا با افتخار رد بشه که یک ایرانی هنرمند اینترنشنال این ستاره رو برای همه ما برمغان آورد. آفرین. خب من خودم در اونجا بودم، ابراز احساسات مردم رو دیدم، دیدم که چقدر همه ماها داریم پوز میدیم به خاطر اینکه اندی ستارهش در اونجا هست به عنوان یه ایرانی. خودت حسه چیه؟ برای ما از داستان گرفتن ستارت بگو تو این سال نوعی. برای من خب مسلماً من خیلی ساله دارم کار میکنم و زحمت میکشم که به یه نتیجه مثبت برسم و برای من این یکی از قسمت‌های موفقیت آمیز کارنامه هنریم بوده. خب این برای من خیلی مهمه، ولی برای من مهمتر اینه که من باعث شدم که هالیوود یا دنیای موسیقی غرب موسیقی ایرانو بشناسه و احترام بذاره. تا امروز درهای موسیقی جهان به روی موسیقی پاپ ایرانی بسته بوده، الان باز شده و این برای من باعث افتخاره، چون من میدونم ما ایرانی ها هنرمندای خوب زیاد داریم، فقط ما هم درها رو بسته بودیم رو خودمون. الان درها باز شده، هنرمندای ما یکی پس از دیگری تو هالیوود میتونن بیان تو فیلم ها بخونن، هنرپیشه های ما که اومدن خودشون نشون دادن. ما اسکار بردیم با فیلم های ایرانی، شور آغداشلوها داریم در سینمای هالیوود، ولی موسیقی این بار اوله که مطرح میشه. این ستاره رو کم داشت. اندی عزیز، یکی از حسنهای شما که همیشه وقتی گفتن اندی ستاره گرفت گفتم شایسته این ستاره بود. چرا؟ چرا؟ برای اینکه هر مهمانی که میرم که هیچ پوری در کار نیست، فقط بنیاد کودک، خیریه اکس، خیریه این، خیریه اون، اولین نفری که میبینی اندیه. اندی فراتر از پول اندیشیده و همین این ستاره رو به غیر از صدای خوب، به غیر از نوآوری هایی که همیشه داشتین و اینکه یک صدای خاص خودتون رو واقعا آوردین، اون مردمی بودن و اونی که در همه جاها بدون چشم داشت حضور داری، برای من به شخصه به عنوان یک ایرانی همیشه قابل ستایش بوده و هست. دقیقا، واقعا آدم وقتی صحبت از این میکنه که یک هنرمند ایرانی در هالیوود به این موفقیت بزرگ نائل شده، برای همه ما واقعا افتخار آفرینه. اینو هممون باید لمس بکنیم. من اونجا بودم و لمس کردم قضیه رو، تو چهره همه غیر ایرانی ها دیدم اونجا، آمریکایی ها که واقعا با یه دیده دیگه به ما نگاه میکردن. این یه امتیاز خیلی برتر بود. خب اندی جان، برنامه‌های بعدی چیه دیگه؟ تو به اوج قضیه رسیدی، به ستاره دادن. اوجتر. والا حقیقتش اینه که من فکر می‌کنم همه خواننده‌ها یه هدف دارن که مردم حمایتشون کنن، هنرمند بتونه آهنگای جدید ضبط کنه، ویدیوهای جدید درست کنه. برای اینکه برای ما مهمترین چیز خلق کردن آثار هنریه و بدون حمایت مردم این کار شدنی نیست. واسه همینم الان اگر میبینین هیجان زدم نسبت به هالیوود، برای اینکه مسلماً دست ما از 80 میلیون هموطن در داخل ایران بریده است، ولی دست ما به طرف جهان بازه و ما میتونیم جهانیان رو بیاریم موسیقی ایرانی گوش کنن و اینطوری میتونیم بیزنس موسیقی ایرانی رو بزرگتر کنیم و وقتی کارهای بهتر ارائه میدیم به نفع هموطنامون در داخل ایران هم میشه. اینه که امسال هم مثل هر سال من صبح پا میشم، آستینام میزنم بالا، آهنگای جدید ضبط میکنم برای هموطنامون، ویدیوهای جدید درست میکنم که مستحق حمایت هموطنامون باشه. دست مریضان. ببینید که اندی تازه از عربستان اومده، در یک فستیوال بزرگ بودن،
بعضیا انتقاد میکردن چرا اینا رفتن، ولی این هنرمندا مال همه ما ها هستن. مال اگه 50 نفر ایرانی هم در عربستان بودن به اونام تعلق دارن. دنیا هر جا که بهشون بگی دنیا رو اگر به عنوان یک دهکده جهانی ببینی، دنیا رو به عنوان یک کره زمین ببینی، همه ما میگن بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند. نمیتونیم کرد و ترک و عرب و مسلمون و غیر مسلمون، تفکیکی بین انسانها نیست واقعا. وقتی راجع به هنر صحبت میکنیم، هنر مرز نمیشناسه و سیاست. اگر خوبی نکردن به ما خوبی کنیم تا بفهمند انسانیت در ما انسانها انتها نداره. اگر به ما بدی کردن، به نظر من بدترین کاری که آدم به کسی که بدی کرده اینه که خوبی کنه. واقعا بدتر از این میشه شرمندش کرد؟ من فکر میکنم که در این مورد به خصوص، من میدونم که یک تاریخچه سالهای سال بین ایران و کشورهای همسایه بوده، ولی به عنوان یک خواننده ایرانی وقتی از من دعوت میشه برم یک کشوری بخونم، به نظر من هم اونا دارن به هنر موسیقی ایران احترام میذارن، هم ما با رفتن به اونجا داریم یه زمینه میسازیم که موسیقی ایرانی تو این کشورها گسترش پیدا کنه. و مخصوصا در مورد برنامه ما در عربستان، اگر متوجه شده باشین، من اسمشو کنسرت نمیذارم چون کنسرت نبود، یک برنامه تلویزیونی بود برای تلویزیون MBC که یک بودجه هنگفتی گذاشته بودن که یک برنامه خوب برای ایرانیان بسازن. دقیقاً مثل تلویزیون ما. بله، ما فقط بودجه هنگفت نداریم، بودجه جیب ما و همت بچه‌هایی که با قلبشون برای این تلویزیون کار می‌کنن. در اینی که حمید شبخیز سال‌های سال بهترین برنامه‌ها رو با کمترین بودجه ها انجام داده، من مطمئنم شما این میلیون دلار ها رو به حمید شبخیز بدین برنامه 100 برابر بهتر میسازه. ولی واقعا همینطور. ولی اینجا باید تشکر کنیم از هر کشوری که به ما این موقعیت رو میده که موسیقی ایرانی رو با کیفیت خوب ضبط بکنیم و بفرستیم در ایران. مردم ما میلیون ها نفر در خونه هاشون بشینن و این برنامه رو نگاه کنن. اگر یاد بگیریم دشمنی ها رو کنار بذاریم، دنیا گلستان میشه. تمام این داستان هایی که آدم میشنوه همش از این کینه هایی است که کسی نیومده واقعا به این فکر کنه که بذاری دوستی ها بین ملل باشه، بذاریم صلح باشه. و خوشحالم که شما پیش قدم این صلح شدید در عربستان. با امیدوارم که این کشورم با کشور ایران به زودی برگردن به صلح مثل سابق و مردم مقامات شهری، دوستان، طرفداران، اصحاب رسانه و همینجور همه سیدیان که با اندی عزیز عکس بگیرن هم تو شده میکنید. Guys, I have to clear this area. I've got to clear this area. Andy, I have to go. Andy!
مبارک باشه. Andy جان مبارک باشه. Will you take one for me? Will you take one for me? I'm filming. Andy خوشحال. Guys, we need you to take your seats. برادر اندی عزیز رو ببینید. Hello, movie. Okay. I don't want him coming back at the seat very interesting. قربونت برم من زده بشه بعدایی شما بشه محبت دارید شما قربون شکلتون عزیزی برای ملت ایران قربون شکلتون محبت دارید شما خوب عزیزم قربونت برم من عزیزم خوب عزیزم 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 قربونی شما خوبی؟ باشی شما قربونت برم زنده باشی عزیزم با کمال ملی و خدمتون رو چشم قربونت برم چشم سلام بگید به همه شما قربون شما مرسی عزیزم فدای شما سلام فرناز جون سلام نگاه جون انشالله خوب باشی من ایتا جون همینگی قربونت برم بنده باشی مرسی مرسی ماروش ماروش خوبی؟ استاد خیلی دلم برای تو تنگ شده بود زنده باشی ماشاءالله فرید جان مامان گل پریسای عزیز همینطور گویصد میکنه به ما که بگید این برنامه ها رو به خاطر گل روی مردم ایران با تمام گرفتاری ها که دارند براشون داریم تهیه میکنیم اندی همین دیروز برگشته از عربستان جت لگ داره یعنی خوابش عوض شده ولی امشب خودش رو رسون الان میبینم یه چرتکی هم میزنی یه جورایی ولی دمت گرم مرسی از مامان پریسای عزیز که اینقدر نگران هست که این مسئله حتما گفته بشه همه ماها قدم هامون
برای شما عزیزانی است که مخصوصا در داخل ایران هستید و خیلی چیزها رو ندارید و اون چیزایی که از دست ما بر میاد برای شما میکنید. همین جا هم داستان کرونا کیترینگ زنگ زد گفت با این داستان کرونا واقعا میخواین مهمونی ادامه داشته باشه؟ گفتم برای مردم ایران یک دریچه باقی مونده. مهمونی بسته شده، مسافرت بسته شده، بازار تجریش، خرید سنبولا تعطیل شده. دیگه دلخوشی این فقط یک صفحه تلویزیونه. بذارید ما براشون شادی رو ببریم به منازلشون. مرسی از شما که شریک شدید. مرسی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک.